تولد هوشنگ ابتهاج. داستان هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه از اینجا شروع شد. 1363 در زندان دلتنگ درخت ارغوان خانه‌اش بود و این شعر را سرود. اما نه، برای رسیدن به ابتدای قصه باید چند سالی برویم عقب‌تر، به سالهای 1350 تا 1356 که سرپرستی برنامه گلها را در رادیو ایران بر عهده داشت و برنامه موسیقایی گلچین را پایه‌گذاری کرد، و باز هم عقب‌تر که در جشن هنر شیراز شعر خواند و از طرف حضار و شرکت کنندگان با استقبال و تشویق غیر منتظره ای مواجه شد، یا کمی عقب‌تر به نهم مهر 1337 و میدان فوزیه، بالاخانه محضری قرازه که وقتی از پله ها بالا می رفتن بیم آن داشتن مواد زیر پایشان فرو بریزد. دادن خرج محضر، یک جعبه شیرینی و گرفتن دست آلما و رفتن به خانه به همین سادگی. یا باز هم کمی عقبتر برویم، سالهای سیاه و نومیده بعد از کودتا که دیر از گالیا را سرود، و باز هم دورتر به عنوان شباب که دلباخته همین گالیا شد، یک دختر ارمنی. و آنقدر پس برویم تا برسیم به یک شنبه ششم اسفند 1306 و رشت زیبا، آنجا که امیر هوشنگ ابتهاج زاده شد و صدایی تازه را به شعر ما هدیه کرد، صدایی گرم، گیرا و گاهی گزنده که به عمق جان می نشیند و تا بن استخوان نفوذ می کند. تولدت مبارک عالی جناب سایه.